دوستان گرانقدر به درس روز 34 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. در درس های گذشته ما شما روی جور کردن انوایس با اساس استیمیتس، سلز آردر و بدون استیمیت و سل آردر صحبت کردیم. امروز ما شما روی یک موضوع جدید که به نام پروگرس انوایس یاد میشه در برنامه کویک بوکس روی او صحبت میکنیم. چه قسم ما شما میتونیم در برنامه کویک بوکس پروگرس انوایس استفاده کنیم و یا جور کنیم؟ به این معنی که اگر ما شما به یک مشتری خود یک سرویس پروواید میکنیم و یا هم یک آیتم میفروشیم و مشتری ما با ما تعهد میکنه یا ما با اونا تعهد میکنیم که بیادر هر وقت که اینمی سرویسی که شما برای ما پروواید میکنیم، مثلا ما به یک مشتری به کارمندایش که از تقریبا 20 نفر کارمند است برای ازو کویک بوکس دسکتاپ ترنینگ پروواید میکنم و اونا با ما تعهد کرد یا ما با اونا تعهد کردیم که اگر 25 وقتی که ترنینگ با 25%ش دلیور شد، صورت گرفت، باید 25% پیمنت برای ما بکنین. وقتی که 50% تکمیل شد ترنینگ، شما باید از امو سرویس که ما برات انجام میتیم 50% پولش برای ما پرداخت کنین و 75% به مشکل 100%. اینمی پیمنت که برای ما به شکلی پارشلی میکنه، جدا جدا میکنه. وقتی که ما برای ازی اینوایس جور میکنیم، اینمی اینوایس به نام پروگرس اینوایس یاد میکنه. یعنی به این معنی که هر چقدر پروگرس پیشرفت صورت میگیره در کار، هر چقدر کار انجام میشه، به مو اساس برای ما اون نفر پیمنت میکنه. وقتی که پیمنت میکنم، باید ما شما به مو اساس برای ازو اینوایس جور کنیم و به اساس اونمو اینوایس باید برای ما پیمنت شود. خب اولین کاری که ما شما پیش از جور کردن پروگرس اینوایس در برنامه کویک بوکس انجام میدیم، باید آپشن پروگرس اینوایس در برنامه کویک بوکس فعال باشه. از کجا فعال میشه؟ باید بیاین در مینوی ایدیت در پریفرنس و در ایجا در جابز این استیمیتس در ایک قسمت برزو در کمپنی پریفرنس باید بیاین. شما ببینید در اینجا امرایش ما شما پروگرس اینوایس فعال است، فعلا نوسته، باید یه یس باشه. وقتی که ایره یس کلیک کردین، بعد از ما شما میتونیم که پروگرس اینوایس در برنامه کویک بوکس استفاده کنیم و پلوی ازو باید استیمیت هم چی باشه؟ یس باشه. بعد از ما اوکی کلیک میکنیم. وقتی که اوکی کلیک کردیم، تمام صفحات که باز در برنامه کویک بوکس بسته میشه. بعد از ما میایم روی هوم سکرین کلیک میکنیم. خب میایم ما چی کار میکنم؟ در مینوی کاستومرز میایم یک استیمیت جور میکنم به یک مشتری خود. ناو یک جدید استیمیت جور میکنم. میایم روی کریت استیمیتس. وقتی که روی ازی کلیک کردیم، نام مشتری را انتخاب میکنم، یک مشتری نو جور کردیم به نام اجمل همدرد. ما به این مشتری خود یک کوتیشن میدیم. کوتیشن از چیست؟ مثلا کویک بوکس دسکتاپ ترنینگ است. قیمت از چقدر است؟ تقریبا به یک نفر، یعنی یک نفر ما ترنینگ که پروواید میکنیم 3000 افغانی میگیریم. این دفتر برای ما گفت که بیادر ما 30 نفر داریم. 30 نفر که هست تقریبا 90000 افغانی میشه، درسته؟ یا مثلا میگیم که 50 نفر است، 50 نفر تقریبا 1,50,000 افغانی میشه. صحیح شد. دیگه موضوعات شما صحبت کردیم، دو ما شما دست نمیزن برز و فقط سیو این کلوز کلیک میکنیم و اسپلینگ چک که هست اگنور میکنم. حالا اگر ما شما در کستومر سنتر بیایم، تا هیستوری نمی نفر که به نام اجمل همدرد است، مشتری ما شما یک دان استیمیت جور شده گیست از 1,50,000 افغانی. تقریبا ما چی کار کردیم؟ اینمی کوتیشنی که اینا از پیش ما برده بود، اینا گفتن که به اساس اینی کوتیشن که است شما بهتر برای ما ترنینگ پروواید کنین. ما گفتیم صحیح، مشکل نداره، ما برتن ترنینگ پروواید میکنیم. و اینا گفت که شما هر وقت که شما ترنینگتان، مثلا هر چقدر ترنینگ کتان که شما پیش می بردین، به مو اساس ما پولی شبرتون پرداخت میکنیم. یا ما ضرورت داشتیم برشان، گفتیم که بیادر ما اگر 50% ترنینگ پیش بردیم، 50% پولی شب پرداخت کو به موش اساس دیگه ایشن. گفت صحیح. این حال ما چی میکنیم؟ میخوایم انوایس جور کنیم. تقریبا فکر کنیم که 50% ای ترنینگ ما پیش رفت و حالی وقتش رسیده که ما برزو 50% انوایس جور کنیم. میم دا کریت انوایس، دا کریت انوایس که اومدی با کی انوایس جور میکنی؟ با اجمل همدر. وقتی که کلیک کردی، برای ما میگه انوایسی که شما جور میکنین به اساس کدام استیمیت است. میگیم بله، اون رو انتخاب میکنیم. وقتی که اوکی کلیک کردین، بعد از یک آپشن دیگه برای ما میده. یه آپشن قبلا نبود اگر شما متوجه شده باشین. برای ما میگه شما انوایسی که جور میکنین به اینمی سرویسی که شما دوجه ذکر کردین، آیتمی که دوجه ذکر کردین،
100% اینوایس رو میخواین جور کنین؟ اگر نه، شما میخواین که اینوایس رو به اساس 1% جور کنین که در این استیمیت شما همون سرویس ذکر کردین. اگر 50% است، 20% است، 30% است، هر چقدر است، شما او را در اینجا ذکر میکنین. و یا اگر چندین آیتم باشه، create invoice for selected item for different percentage of each item. مثلا از پیش ما، مثلا ما QuickBooks Desktop و QuickBooks Online training برازی پروواید میکنیم. 20% از QuickBooks Online میخوایم جور کنیم invoice برش و 30% میخوایم از QuickBooks Desktop training مازی invoice جور کنیم پولیش دریافت کنیم. میگم نه، ما از این استیمیت 50%ش invoice جور میکنم. 50%ش که نوشته کردین برای رو اوکی کلیک کنین، اون مو آیتم خودش دیگه انتخاب میشه و 50% پولش برای ما میگه چقدر میشه. توتال تقریبا 150000 افغانی بود، 50% از اینکه است تقریبا 75000 افغانی میشه. استیمیت که بود از چقدر بود؟ 150000 افغانی بود. کوانتیتی چقدر بود؟ 25 نفر بود فکر کنم. کوانتیتی ببخشیم، کوانتیتی در اینجا برای ما نشان میده که بله 25 نفر بود، نمیفهم 30 نفر بود چقدر که بود. کوانتیتی چقدر است؟ 25 است فکر کنم، 25 بود. و ریت پر نفر که است 3000 افغانی بود، 50% از اینکه است تقریبا چقدر میشه؟ 75000 افغانی میشه. بعد از ما چیکار میکنیم؟ فقط روی سیو این کلوز کلیک میکنیم. وقتی که سیو این کلوز کلیک کردین، اینمی اینوایس که است در هیستری، اینمی نفر که به نام اجمل همدرد چی میشه؟ ثبت میشه. خب پیش از اینکه ایره شما ثبت کنین، یک پرینت کپی از ایره پرینت کنیم برای ما چی میکنیم؟ میایم در پرینت پریویو، در پرینت پریویو که اومدین اسپلینگ چک ایگنور میکنم، ایره چک میکنم که درست بود، یک پرینت میکنم، کپیش برازی میکنم و بعدو سیو این کلوز میکنم که در کویک بوکس با ما هم ثبت شوی. اینال شما ببینین در برنامه کویک بوکس در اینجا 75000 افغانی در هیستری اینمی مشتری ما شما چی شده؟ اضافه شده 75000 افغانی. بعدن مثلا کار مکمل تمام شد، صحیح شد، کار مکمل تمام شد، باز اینوایس 50% شما میخواین جور کنین، یا مثلا میخواین که 50% نه 25% یا 30% جور کنین، باز بیاین در کریت اینوایس، در کریت اینوایس که اومدین نام مشتری رو انتخاب کنین، اجمل همدرد هستم، اینوایس به اساس استیمیت جور میکنین، بله به اساس استیمیت جور میکنین، اوکی کلیک میکنم. چند فیصد این دفعه جور میکنین؟ اینجا اگه شما میخواین که مکمل همین 50% که ریمیننگ هست، create invoice for the remaining amount of this estimate. مثلا remaining amount چقدر است؟ 75000 افغانی. 75000 افغانی. 75000 افغانی تقریبا 50% میشه. اگر نه میگین که نه، ما این دفعه 30%ش جور میکنم. 30% که انتخاب کردین، بعد از اوکی کلیک کنین، اون مو amount مکمل در اینجا برای ما نشون میده. خب، اگه یک چیز متوجه شده باشین، در اینجا سلک کوانتیتی 15 میه. به خاطر از اینکه اینمی amount برای ما نشون میده که از اینی amount که است به خاطر 15 نفر که حساب کنین که اماونت ازو میشن دیگه. کوانتیتیش هم چی میکنه؟ کم میکنه برای ما شما. پس بعد ازو چی کار میکنیم؟ 30% ازو چقدر میشه؟ 45000 افغانی میشه. بیشتر ما فکر کردیم که 25% که از توتال امو تعداد ترینینگ نفر هستن، او تقریبا 25 نفر نبود، 30 نفر بود. بعد ازو سیو این کلوز کلیک میکنیم. وقتی که سیو این کلوز کلیک کردیم، ببینین 45000 افغانی دیگه باز هم در هیستری از اضافه شد. 45 و 75 چقدر میشه؟ تقریبا ببینید اینجا 120000 افغانی میشه. به اینجا برای ما نشون میده که 120000 افغانی بالای این نفر که هستم اکاونت پیبل است و برای ما شما اکاونت ریسیویبل است. اگر خواسته باشین که ریمینینگ اماونتش پروسس کنین، باز بیاین در کریت اینوایس، با کی اینوایس جور میکنی؟ با اینی اجمل همدرد اینوایس جور میکنم. وقتی که نامش انتخاب کرده، باز میگم چون استیمیت پوره نشده، کارایش هم ریمینینگ یک چند فیصدش مانده، میگم بله به اساس اینمی اینوایس جور استیمیت جور میکنم اینوایس، اوکی کلیک کنین. این دفعه ای آپشن انتخاب میکنیم، create an invoice for the remaining amount of the estimate. چقدر amount که در estimate مانده؟ تقریبا 20% است. اینمی invoice به اساس زمو جور کو بریم، اوکی کلیک کنیم. وقتی که اوکی کلیک کردیم، 20 نفر تقریبا 20% تقریبا 10 نفر میشه و 10 نفر amountش چقدر میشه؟ 30000 افغانی میشه. بعد از save and close کلیک میکنیم. وقتی که save and close کلیک کردیم، اینال شما ببینید مکمل amount که بالا ازو account payable است 150000 افغانی شد. ای بود دوستا طریقی پروسس کردن یا پیش بردن پروگرس اینوایس در برنامه کویک بوکس که چه قسم شما میتونین پروگرس اینوایس در برنامه کویک بوکس سیف کنین و او را کارایش پیش ببرین.